الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یک و یک شما بیننده های ویژه برنامه عرفات. امیدوارم که در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و لحظه لحظه امروز که روز عرفه هست به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و همچنین از فیوزات و برکات این روز مبارک استفاده کرده باشین. و همچنین میخوایم که این اشاره بکنم، اگر کسانی هم که استفاده نکردن هنوزم فرصت هست، میشه که لحظات یا ساعات باقی مونده این روز هم به عبادت و تلاوت قرآن کریم و کارهای نیک و حسنه به پایان برسانم. بیننده عزیز، خوشحال هستم که بنده نصر احمد محمدی در برنامه امروز خدمت شما هستم. انشاءالله که برنامه ما ادامه خواهد داشت تا شام. امروز ما مهمانای متعدد در برنامه امروز با خود داریم. اساتید بزرگوار رو دعوت کردیم روی اهداف قربانی خود عید قربان، همچنین قربانی و هم تکبیرات و تمام جوانب عید قربان ما اشاره که در برنامه بحث خواهد کردیم. جناب استاد که همین لحظه در برنامه حضور پیدا کردن، جناب استاد یوسفی هستن که من استاد خوش آمدید درس میکنم. بحث انشاءالله که بعد از یکی مقدمه جناب استاد بشنویم انشاءالله آغاز خواهد کردیم. جناب استاد خیلی خوش آمدید در برنامه. تشکر. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک بینندگان عزیز و محترم تلویزیون اصلاح و همچنان سلام و خسته نباشید دارم خدمت دستاندرکاران محترم اصلاح که در این شب و روزهای مبارک برنامه های بسیار مفید، سازنده و نیکر برای عزیزان ما در شهر هرات تقدیم میکنن و جا داره که این ایام مبارک و نیک و خوجسته خصوصا امروز و همچنان فرارسیدن ایام مبارک عید اضحی خدمت تک تک عزیزان تبریک و تهنیت عرض بدارم. سپاس تشکر. بیننده عزیز، همونطور که اشاره کردم ما در برنامه امروز مهمانان عزیز و ویژه‌ای در برنامه با خود خواهد داشتیم. اولین مهمانی که بعد از ظهر امروز ما داریم که همین لحظه شما بیننده هستیم جناب استاد یوسفی هستن. انشاءالله که به تعقیب استاد یوسفی اساتید دیگر هم در برنامه دعوت هستن. انشاءالله که برنامه بیننده باشین و ما تلاش میکنیم که به همه برنامه که امروز ما داریم به این مدت چند ساعتی که خدمت شما هستیم تمام امو مواردی که نیاز هست در قسمت روز عرفه و عید قربان و همچنین از قربانی و دیگه مواردی که هست چون انشالله که بحث خواهد کردیم، شما اگر بیننده باشین انشالله که معلومات هنگفتی در برنامه امروز انشالله که شما جمع آوری خواهد کردیم و خواهد فهمیدیم. اولین موضوعی که میخوایم بحث بکنیم با جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی روی اهداف قربانی هست. حالا چرا روی چه هدفی باید قربانی کرد و قربانی از کجا شروع شده، فلسفه قربانی چی هست و همچنین شرایط قربانی چی هست، این مواردی هست که با بیشتر از این با جناب استاد یوسفی بحث میکنیم. ما رو همراه باشین تا لحظه ختم این بخش برنامه. جناب آقای یوسفی، میشه که اگر ابتداعا روی اهداف قربانی صحبت بکنین، یک تعریفی هم از قربانی داشته باشیم که فلسفه وجودی قربانی چی هست؟ تشکر. در واقع قربانی همونطوری که از نامش پیدا هست و ما در زبان پارسی به او قربانی میگیم و در عربی به نام اضحیه یاد میشه، او در حقیقت همانا فدا کردنه، آنچه که در نزد انسان عزیزه. قربانی به معنای فداکاری، قربانی به معنای ایثار، قربانی به معنای گذشت، قربانی به معنای تقدیم کردن آنچه که پیش انسان عزیزه و پیش انسان محبوبه برای محبوب واقعی خود الله متعال می باشه. طبعا قربانی به نمایش می گذاره همو محبت مار، محبت مخلوق با خالق، محبت عبد با معبود. در واقع قربانی به نمایش می گذاره. و اگر ما دقیق بشیم به تاریخ قربانی که سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام او را به عنوان یک سنت از خود بر جای گذاشتن، میبینیم که او بزرگوار بهترین داشته‌های زندگی خود را برای خداوند متعال تقدیم میکنه. واضحه که تنها انسان با شعار و انسان با ادعا
نمیتونه که به خدای تبارک و تعالی تقرب حاصل بکنه. چون شعار دادن و ادعا کردن بسیار آسانه و ما داریم بساعد انسانهایی که در باب شعار و ادعا میتونن بسیار ادعاهای عریض و طویل داشته باشن و بسیار شعارهای رنگارنگ بیاین تقدیم بکنن و از ذهن خود بیرون بکنن، اما در عرصه عمل اینجیه که همو شخصیت واقعی انسان به نمایش گذاشته میشه. سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام شعارش همی بود: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همانا نسک، نماز، زندگی و مرگ من برای خدای تبارک و تعالی است. این شعار قولی حضرت ابراهیم علیه السلام بود، ولی سیدنا ابراهیم این شعار را عملا در زندگی خود پیاده میکنه. ما داریم در رابطه به زندگی سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام که مفهوم واقعی قربانی برای بشریت درس میده، او اینه که سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام در زندگی خود با امتحانهای متعدد از جانب خداوند متعال روبرو میشه. امتحانهای متعدد خداوند متعال برای حضرت ابراهیم برگزار میکنه و ابراهیم را در آزمونهای مختلف قرار میده و ای ابراهیم در هر یک از این آزمونها سربلند و موفق بیرون میشه و خداوند متعال هم همین رقم بیان میکنه که ما ابراهیم را و ادبتلا ابراهیم ربه بی کلمات فاتمهن. آنگاه که پروردگارش ابراهیم را مورد ابتلا و آزمایش قرار داد فاتمهن و ابراهیم همر با نمره 20 و عالی از جانب خدای تبارک و تعالی ای امتحانات پشت سر گذاشت. وقتی ای امتحانات حضرت ابراهیم علیه السلام پشت سر میگذاره، آخرین امتحان یا میتونیم بگیم که یکی از مهمترین مرحله آزمونی که سیدنا حضرت ابراهیم پشت سر میگذاره همانا قربانی کردن فرزند در راه خدای تبارک و تعالی است. پس از این حکایت یا در حقیقت از این داستان سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام و آنچه که پیامبر بزرگوار ما که رهرو و واقعی راه حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، یعنی میتونیم بگیم که بعد از قرنهای متعدد در سرزمین عربستان سعودی فرزند دیگری از تبار حضرت ابراهیم علیه السلام میخیزه، حرکت میکنه، قیام میکنه، یک انقلاب به وجود میاره و باز نمونه های واقعی و عملی از قربانی پیامبر علیه السلام میبینیم که به نمایش میگذارن. و او چی بود؟ و اوی بود که پیامبر جان خودر، پیامبر مال خودر، پیامبر وطن خودر، پیامبر اولاد خودر، همه آنچه که داره در راه خدای تبارک و تعالی تقدیم میکنه و او شعاری که داشتن او شعار خودر با عمل خود ترجمه میکنه، با عمل واقعی خود ترجمه میکنن و مفهوم واقعی قربانی به انسانها معرفی میکنن که او چیست؟ و او اینه که اگر به یک کلمه ایر مختصر کنم و جمع و بحث جمع کنم، اینه که تقدیم کردن آنچه که در نزد خدا عزیزه برای خدا و برای دین خدا و برای عزت و سربلندی دین خداوند متعال یه در حقیقت قربانی. میگم که ما تمثیل عزیز در ریختن همی خون که در حقیقت این سنت تا به روز قیامت باقی بمانه و این سنت رو ما زنده بکنیم، با ریختن همین خونی که در روز ایام مبارک عید اضحا او رو انجام میدیم و او رو دوباره تازه میکنیم، یک تمثیل کوچک از ما و شما در اینجی به نمایش میگذاره. بسیار نیکی جناب استاد، شما اشاره کردیم که ما تمثیل میکنیم. حالا این بحث حضرت ابراهیم فرزند خود را تقدیم کردن و بعد حالا حیوانات رو ما تقدیم میکنیم، بحث دیگه هم سنت ابراهیمی میگین ما جناب استاد. اگر کسی از این غافل میشه و این انجام نمیده، آیا با مساوی همون سنتی که ما ترک میکنیم در امور زندگی خودمون سنت های دیگه هم هست و همون شکل همون پاداش خیر یا پاداش حسن سیر میگیریم ما، یا نه متفاوت از حکم؟ یعنی در کل میخوایم حکم قربانی رو بگیم چیست؟ تشکر. در رابطه به حکم قربانی، یکی خب سنت مؤکده، یکی تعریفی که در رابطه به قربانی شده واجبه که این در بین فقهای بزرگوار اسلامی ما و شما هر کدام از احادیث پیامبر بزرگوار علیه السلام برداشت دارن. و یکی هم فراموش نکنید که خود احکام تعریف‌های خاصی در نزد فقها داره. ما یک تعریف در رابطه به احکام، تعریف فرض داریم، تعریف واجب داریم، درست؟ این تعریف فرض و واجب در نزد احنافه، در دیگر مذاهب تعریف فرض و واجب ندارن، آنچه که پیش از تنها واجبه.
در از دیدگاه احناف تعریفی که از قربانی شده او اینه که قربانی واجب می باشه بر کسی که شرایط قربانی رو داشته باشه. اون میاره که فقها به تعریف گرفتن. اگر مسلمان همین معیارهایی که فقها برشان تعریف کرده در اون موجود باشه، از دیدگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت می باشه واجبه، منتها دگه فقها و دگه بزرگان دین اونها باز ایر سنت مؤکد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدانن. حالا اگر شما باز در نظر بگیریم که از فاصله یا فرق بین سنت مؤکد و واجب در چیست، و وقتی اونجا میگیم سنت مؤکد یعنی بی معنی که بی نهایت تاکید شده و انسان مؤمن و مسلمان بدون عذر ترک، اگر اون ترک میکنه واضحه که مورد عتاب و ملامت در روز قیامت در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار میگیره. خب اون تا باز تعریفی که احناف میکنن و اینه که اگر کسی این نصاب قربانی رو داشته باشه و معیارهایی که قربانی رو واجب میکنه دارا باشه و نمیکنه، گناهکار میشه و گناهکار محسوب میشه. چرا؟ چون پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودن که هر مسلمانی که استطاعت قربانی رو داره و بعد قربانی نمیکنه به مصلا و به عیدگاه ما حاضر نشه. یعنی چون پیامبر علیه السلام هشدار سخت و هشدار تند در این رابطه دادن، برداشت بزرگان احناف اینه که قربانی گفتم برای کسانی که استطاعت و توانایی مالی دارن و اون معیاری که در فقه تعریف شده بعد یادم قربانی نمیکنه، به هر حال میتونیم بگیم که یک حکم ترک کرده و دچار گناه بشه. بسیار نیک، برمیگردیم در قسمت دو که نصاب و شرایط چگونه هست جناب استاد. اما میخوایم سوال اولی خود بس برگردم، این که از جمله اهداف دیگه هم میشه اضافه کرد در قسمتی که شما اشاره کردیم، یک سنت ابراهیمی هست و یک ما تمثیل میکنین. تشکر. و میشه که اگر دیگه هم اهدافی در این در ای قسمت نهفته هست واضح بشه برای بیننده ها. بسیار خوب، من میخوام که انشالله اگر وقت امراه بکنم با ما چند هدف در رابطه با قربانی بیان بکنم. واضحه که اگر ما هدف یک عبادت بهتر بفهمیم، او زمانه که انجام از او عبادت برای ما ساده تر و راحت تر خواهد بود و دلچسب تر هم خواهد و ما هم آماده خواهد شدیم برای و خوبه که تنها ما قربانی خلاصه نکنیم به همین ریختن خون. چرا؟ اصلا عید قربان آمده برای ما درس بده، عید قربان برای ما پیام داره. قربانی تنها من فکر میکنم اگر خلاصه بکنیم به همین ریختن خون، این در حقیقت یک جفا است، بلکه میخواه که برای ما درس قربانی دادن و ایثار کردن در راه دین خداوند متعال در تمام عمر برای ما و شما یاد بده و میخواه که ما به معنای واقعی کلمه ابراهیمی بسازه. وقتی میگه که از ما سوال میشه ملت از کی داریم، ملت از ابراهیم خلیل، خب این ابراهیم خلیل چی ویژگی ها و چه خصوصیاتی داشته که خلیل خدا شده و در نزد خدای تبارک و تعالی اون جایگاه و اون مقام رو پیدا کرده؟ خب ادعا تنها با ای که ما بیم ادعا بکنیم که ما پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام هستیم و ملت حضرت ابراهیم علیه السلام داریم و هیچ شناختی از حضرت ابراهیم علیه السلام نداریم و تنها شناخت ما همینه که خلاص عید قربان به خاطر حضرت ابراهیمه، قربانی می‌ریزیم به خاطر که چون حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خود در آورد به حضور خداوند متعال و می‌خواست قربانی بکنه و الله متعال از او پذیرفت و به عوض از او گفت حالا دیگه گوسفند قربانی کن و یک سنت مونده برای ما. من فکر کنم اگر تنها این محدود به همین بکنیم جفا کرد. خوبه که من اگر اشاره داشته باشم به چند هدف یا چند مورد از اهداف قربانی. اولی که ترسیخ مفهوم تسلیم شدن به خدای تبارک و تعالی، تسلیم به حکم خدا و راضی به قضای الله متعال شدن. دین خدا کی جان میگیره؟ زمانی که پیروان او تسلیم به آیین از او باشن. دین اسلام کی جان میگیره؟ زمانی که پیروان از او در راه از او قربانی بدن، تلاش بکنن، کوشش بکنن برای پیاده کردن احکام از دین، نیاز از قربانی بدن. بسیار نیکی جناب استاد، من میخوام اینجا دخالت بکنم با مزرعه به خاطر بنده ما بیشتر واضح بشه. آیا به می مثلا فرض به طور مثال ما یک گوسفند حالا شاید بتونیم به 8000 یا 7000 افغانی یا بیشتر کمتر این بگیریم، آیا به همین میشه تمثیل کرد؟ یعنی که ما موارد دیگر در دین داشتیم؟ بله.
این گفتم تنها ما هم حکم ظاهری از رو بر جای آوردیم. من میخوام میرم اشاره داشته باشم که چه بسا ما در زندگی خود با موارد برمیخوریم که نیاز به قربانی داره ما از اونجا تیر نمیشیم. به عنوان مثال یک مأمور اداره شما در نظر بگیریم، یک مأمور اداره در نظر بگیریم، آماده قرارداد کرده با دولت، قرارداد کرده با یک جهت که باید در خدمت مردم باشه، درست شده نه؟ باید در خدمت مردم باشه. خدمت شما عرض برسانم که حالا از یادم میطلبه که دیگه این قربانی بده، سر وقت خود بیایه، سر وقت خود بره، لحظه ای که سر کار خود هسته با کمال علاقمندی کار بکنه و برای مردم خدمت رسانی بکنه. ما میبینیم که متاسفانه خیلی ها یا ادعی از همو جایگاه خود دارن سوء استفاده میکنن، دیر میره، زود میایه، در وقت کار خود آنطوری که باید کار بکنه کار نمیکنه، قربانی نمیده، بعد باز اید قربان که میشه چهار تا گوسفند بکشه، اید قربان که میشه با چهار تا گوسفند میکشه، خود خردگار رو خیلی براتر متقیتر هم میدن به صورت تعریف میکنه و نوی که والا ما قربانی میدن. عزیز من، برادر عزیز، تو یک قربانی که بده کافیست، یک خونه که بریزی کافیست. من یقین دارم که اگر تو در همو اداره خود خو انسان درستی باشی، صادقانه کار بکنی، حس دلسوزی و حس مسئولیت پذیری داشته باشی، صحیح شد، این میتونه که بهترین قربانی باشه در شرایط کنونی که امروز وطن ما نیاز داره به افراد و انسانهای دلسوز، انسانهایی که ایثار بکنن، انسانهایی که از خودگذری بکنن، انسانهایی که فداکاری بکنن در راستای بازسازی از کشور، در راستای خدمت رسانی به اصطلاح فرزندان از وطن. این میتونه که بزرگترین قربانی در نزد خدای تبارک و تعالی باشه، آنچنان که سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام همین رقم بود دیگه، نه؟ سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام میتپید، فداکاری میکرد، ایثارگری میکرد، به خاطرش، به خاطر دین خدا و به خاطر خلق الله. و بعد این درس رو از حضرت ابراهیم بیاموزیم، یعنی همونطوری که درس قربانی گوسفند در حضرت ابراهیم علیه السلام میاموزیم، بیایم از سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه خودگذری ها رو بیاموزیم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه خودگذری ها رو از آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیاموزیم. و به این ترتیب میتونیم بگیم که دیگه از جمله اهداف قربانی، ببخشید جناب استاد، میشه که امو اهداف یک بار دیگه نام بگیریم بعد هدف دیگه بگیم، خاطر که امو ترتیب از دست بیننده عزیز ما دور نشه. اولین هدف قربانی، اولین هدف قربانی درس تسلیم به الله متعال، بسیار نه، تسلیم به حکم خدا و راضی به قضای پروردگار. آنجا که خدای تبارک و تعالی حکم کرد، ما بر رضای خدا، به قضای خدا راضی باشیم، به حکم خدا راضی بودن، این در حقیقت میتونه بگیم اولین هدف از اهداف قربانی میباشه. دومین هدف، اگر اجازه باشه که میدونم دومین هدف از اهداف قربانی اینه که او در حقیقت قربانی مشروع شده برای این که عبادت خدای تبارک و تعالی در روی زمین الله متعال ادامه پیدا بکنه، توحید الله متعال در روی زمین گسترده بشه. و این شعار انبیاء علیهم السلام مفهوم واقعی و عملی پیدا بکنه. او شعار چی بود؟ او شعاری بود ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، ای که خدا را عبادت بکنیم و از طاغوت روی بر بگردانیم. سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام میتونیم بگیم که به عنوان بزرگترین بت شکن تاریخ و بزرگترین پیامبری که در راستای توحید و عبادت خدای تبارک و تعالی در روی زمین کار کرد و تلاش کرد، و ما به عنوان پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام در راستای عبودیت خداوند متعال در روی زمین و نشر و پخش توحید خدای تبارک و تعالی با چیکار بکنیم؟ تلاش بکنیم و کارو کوشش بکنیم که این هدف دوم قربانی یا درسی که سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام از لابلای قربانی برای ما و شما داده است. و به این ترتیب دیگه از جمله اهداف قربانی اینه که تعظیم شعائر الله، قربانی یکی از شعائر خدای تبارک و تعالیه و ادای این شعار و تلاش برای زنده کردن این شعار میتونیم بگیم که یکی از همو مقاصد بزرگ هر مسلمانه که بعد در زندگی خود تلاش بکنه و کوشش بکنه. و خداوند متعال میفرمایه که ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
قربانی از شعائر خدای، نماز از شعائر خدای، روزه از شعائر الهیه، حج از شعائر الهیه. و باید اگه انسان مسلمان و انسان مؤمن با طیب خاطر و با رضایت کامل در انجام از اینها و در ادای از اینها چکار بکنه؟ صد تلاش بکنه و اینها رو که انجام بده با طیب خاطر انجام بده، با رضایت خاطر اینها رو انجام بده، از انجام از اینها لذت ببره. نشه که خدای نکرده بعضا متاسفانه ما داریم مسلمان هایی که میان امروز تردید ایجاد میکنن. جناب سبا بعد اونجا برمیگردم، من میخوام این قسمت اشاره بکنم که عرف دور نشین. وقتی میگیم از جمله شعار دین هست، چه تعریفی از شعار میکنیم شما وقتی میگیم؟ به خاطر اینکه در ایام عید بیشتر طواف کردن در خانه و جمع شدن در یک منطقه به نام سرزمین وحی بیت الله شریف، او رو جمله شعائر بیشتر محسوب میکنن. قربانی مثلا در کشور ما که الحمدلله 99% مسلمان هستین، میخواین به کی نمایش بدیم یه قربانی؟ ببینیم خود شعائر جمع امو شعاره. شعار یعنی علامت. یعنی بیمنا که از جمله بنوان مثال میگیم که فلانی دارای همه خصوصیات است، با این خصوصیات شناخته میشه. اسلام یک دین و یک برنامه که از خود یک سری خصوصیات داره که یکی از خصوصیات دین مبین اسلام در حقیقت انمی قربانیه که ما او رو به حساب بنامه امو شعار یا امو شعائر الهیت میکنیم. خدای تبارک و تعالی تعظیم شعائر بر همه ما مسلمان ها لازم دانسته و ایمان ما زمان و پایه کمال میرسه که ما تعظیم شعائر الله داشته باشیم، یا در حقیقت تعظیم انمی علائم سری و واضح اسلام داشته باشیم. یعنی بیمنا که اگر خواسته باشیم که خدای نکرده بیاییم ما به اجتهاد خود خو، به رأی خود خو، این بیاییم از اسلام حذف کنیم به خاطر بعضی از مصلحت هایی که پیش خود ما داریم و ما خیلی به اونها نمیفهمیم، ما در حقیقت چکار کردیم؟ آمدیم یک تعریف ناقص از اسلام کردیم و به نحوی یک شعار از بدنه اسلام دور کردیم که بدنما میشه. چرا؟ اختیار ما نداریم دیگه. بله. و اختیار که چنین کاری هم در بشر نیست که چنین کاری بکنه. بله. چون به خاطر که خدای تبارک و تعالی این دین رو که برای ما داده، این دین رو خود خدای تبارک و تعالی برنامه ریزی کرده و یک برنامه منظم الله متعال برای ما داده که هیچ کس حق دخل در این دین نداره که بیاید دخالت بکنه که اینجا از این رقم ای بعد ایتو میشد، اینجا از این رقم ای بعد این رقم میشد. درست شد؟ آنچنان که گفتم متاسفانه یک عده از روشن فکر نماها بگم، اونهایی که خون آگاهی درست، اطلاع دقیق از دین ندارن، بعد میاین خود رو به عنوان مفتی و مجتهد و خدمت شما عرض برسانم خود به عنوان تحلیلگر معرفی میکنن و بعد میاین بعد باز این رقم به عنوان مثال میان چی میکنن، توجیه میکنن که امروز ما قربانی نکنیم، بیایم پول قربانی بدیم به فقرا بدیم، به حج نریم حج تعطیل بکنیم، بیایم حج چیکار بکنیم، پول حج رو بدید برای فقرا و مساکین بدیم. بله، تو به فقرا و مساکین کمک بکن، اسلام نگفته که تو به فقرا و مساکین کمک نداش، جای داره از خود بخش، از خود جای داره. اما این به عنوان یک شعاره. چرا؟ این شعاره که در دل خود خود در ذهن خود خود بسیار درس ها، بسیار پیام ها و بسیار گفته ها برای ما. مثلا جناب صد در قسمت کسانی که نقد میکنن که شما در یک روز مسلمان ها میان قتل عام در حیوانات میندازن و را در اینجا چی گفتنی دارین و اونا میگن یک حالت وحشت یا یکقدر حیوان شما از بین میبرین و این خود ازی مشکل سازه، در این قسمت چی پاسخ برای این بزرگوارا؟ نمیفهم که به چی دلیل میان این رقم حرف و این رقم سخن مطرح میکنن. وقتی از آدرس ها از اینا که میبینه، از آدرس های که همی سخن ها سر میزنه و همی حرف ها داره بیرون میشه، خب اگر پس زمینه خدمت شما عرض برسانم تاریخ از اونها رو بیایم ما مورد مطالعه قرار بدیم، خب ما اگر این کارو میکنیم در حقیقت خدای تبارک و تعالی همه حیوانات برای نفع زندگی انسان ها آفریده، برای منافع زندگی انسان ها آفریده. گوشت ازی، پوست ازی، خدمت شما عرض برسانم موی ازی، استخوان ازی، همه قابل استفاده برای زندگی انسان های و زندگی انسان ها پیش نمیره مگر با موجودیت همه حیوانات در زندگی ما. میخوام که یا حیوانات یا نباتات برای اینا به خدمت اینا بشه. اینا خدای تبارک و تعالی مسخر کرده تا اینکه زندگی ما به پیش بره. من فکر میکنم که یک بسیار یک ایراد بسیار بسیار پیش و پا افتاده و بدون
منطق می باشه. کسی بیایه که بگه مسلمان ها در یک روز شروع میکنن به خون ریختاندن، خب خون کی میریزن؟ خون حیوان میریزن که این خداوند متعال در راستای منافع زندگی همه بشر آفریده، کافر مسلمان رم نداره و میبینیم که همه دارن از این استفاده میکنن. این خدای تبارک متعال در راستای منافع ما آفریده. اما از او طرف قضیه، او طرف اگر باز ببینیم، بله اسلام با ریختاندن خون انسان که چی؟ بلکه با زخمی کردن یک انسان بی مورد مشکل داره، بلکه با ریختاندن آبروی یک انسان مشکل داره. خب حالا این بزرگوارا اگر پس زمینه تاریخ از اینا رو بیاییم یک مطالعه بکنیم، میبینیم که جنایت هایی که اینها در تاریخ بشر برا انداختن و امروزه هم متاسفانه همین جنایت هایی که در جهان در حال اجرا شدن هست و عامل اصلی از اینا رو اگر ما بیاییم جستجو بکنیم ببینیم کیه کیه، خب اینا رو نمیان نمیگن، بعد شروع میکنن یک موضوعی که گفتم همه حیوانات خداوند متعال در راستای منافع زندگی بشر آفریده و باز اینا ایتانیه که مفت در اختیار همه قرار داده باشه. این نفر میاد چکار میکنه؟ پول خودر میده، مال خودر میده، درست شد دارایی خودر میده و باز میاد همه خونر میریزانه و به این وسیله تقرب به الله متعال حاصل میکنه و به این وسیله همو اخلاص خودر، وفاداری خودر و تعهد خودر به خدای خود داره ثابت میکنه. حالا اگر بحث قربانی ما بیایم یک تاریخچی از رو به حساب مورد مطالعه قرار بدیم، نه تنها در اسلام بلکه در ادیان قبل از اسلام هم بوده، در همین ادیان فعلی و موجودی که ما فعلا داریم در همین ادیان هم بحث قربانی هست. من تا بسیار میخوام بکنم من میخوام دخل بکنم معذرت، از اونجا که امروز روز عرفه هست و یک قسمت هم شما اشاره کردیم که تعداد میان عرف میزنن به معنا که قربانی نکن بده پولش به فقرا، تربیت ایجاد میکنن، بله، یا به حج نرو پولش بده به فقرا و جای دیگری کمک بکن. من میخوام دقیقاً چنین سوالات مطرح میکنن اونا وقتی هم که متونی که اونا نوشته میکنن میخوانین به این نتیجه به این متن ها برمیخوریم که میگن که تو 2 لک یا 2.5 لک افغانی مصرف میکنی به حج میری ولی همسایه پلویتون گرسنه هست، به چی گفتنی برای بنوسن؟ ببینیم شما اسلام وقتی برای ما دستور میده که تو برو به بیت الله، همین دستور رو برای ما میده که تو زمان یک مسلمان کامل شده میتونی که وقت شب میخوابی همسایه تو در پهلوی تو گرسنه نباشه. یعنی اسلام میتونه نبوده که برای ما این گفته باشه که تو به حج برو همسایه تو گرسنه باشه، تو به حج برو همسایه تو گرسنه باشه، بله به حج هم برو به همسایه خود خواهم برس. متوجه شدیم؟ انسان باید انمو چی رقم بگم که او فرض خداوند متعال که او گفتم در دل خود خو و در ذهن خود خو پیام‌های بسیار زیاد برای ما داره و پیام‌های بسیار به مراتب از این کرده بالاتره، از این کرده مقاصدش بالاتره، اهدافش بلندتر می باشه. اسلام برای ما گفته که شما حج بریم تا ای که شما به او مقاصد و به او پیام‌های اساسی و بزرگی که شما وقتی رفتیم اونجا لیشهد و منافع علیهم الله تعالی بفرمایه بریم تا اونجا شما منافع بزرگ و امت اسلامی رو ببینیم. اما بله من موافقم با او کسانی که تعدد حج دارن، با او کسانی که تعدد عمره دارن، اما ما داریم بازم در بین اون کسانی که تعدد حج و تعدد عمره دارن به علاوه از اینکه میرن حج میکنن اجای زیادر میکنن عمره های زیادر میکنن، خب من تا از طرف فقرا و مساکین رو فراموش نمیکنن. ما بسیار کم داریم، یک تعداد معدودی داریم که او آدم بی‌تفاوت باشه. شما یقین داشته باشین، خب من نرفتم و خداوند متعال شاید شما رفته باشیم، اگر نرفتیم الله متعال به هر دو ما و شما نصیب کنه که بریم و او منطقه و او محیطر و او جغرافیا رو بریم ببینیم و او جوور بریم ببینیم. اینه قبول بکنیم شما جناب محمدی سه محترم، جناب استاد ما از همکارتون میخوایم که اگه ممکن هست تصاویر هم برای ما داشته باشن که همین لحظه جناب استاد صحبت میکنن، ما تصاویر رم داشته باشین از سرزمین وحی میشه که جناب آقای یوسفی شرط کنیم حتما مقدور باشه برای ما نشر میکنن. شما یقین و باور داشته باشیم که وقتی انسان به او محیط و به او سرزمین میره تأثیرات دیگر در انسان به وجود میایه، دل انسان نرم میشه، در اونجا انسان میره با رنگهای مختلف، با زبانهای مختلف، با نژادهای مختلف، با اقوام و ملیت‌های مختلف روبرو میشه، در اونجا انسان میره درس ایثار را یاد میگیره، در اونجا میره انسان درس انفاق را میآموزه، در اونجا میره انسان چی رقم بگم که درس سخاوت را میآموزه. اصلا خود همین نفر که
همین که ببین چون این اعتراضای میکنن ما باور کنیم همیشه میرم میگم که این مردم متاسفانه الفبای ابتدایی اسلام را نمیفهمن. ای چه خوب میشد که نه یک دفعه میرفتن همین فلسفه حجر میآموختن، فلسفه حجر مطالعه میکردن، فلسفه عبادت در اسلام مطالعه میکردن، بعضی باز میون اعتراض میکردن. مثل اینکه به ما میبینیم که همه کشورهایی که داد از حقوق بشر و انسانیت میزنن امروز به مو تبعیضات که دارن دست و پنجه نرم میکنن و همه تبعیضات یعنی شما فراموش نکنیم. ببینیم تحولات ما با عمر انسانها نمیتونیم بیاییم مقایسه بکنیم، تحولات با عمر نسلها میاییم چکار میکنیم مقایسه میکنیم. یکی داشته باشیم که این تحولات اجتماعی که امروز در غرب آغاز شده اینا نهایتاً با فروپاشی رو برو میشه، با فروپاشی همین تمدن پوشالیه که اینها جور کردن و امروز چشم یک عده از مسلمانهای زایربین ما رو خیره کرده به خود. از بس دور نشیم جناب آقای یوسفی، میشه که اهداف دیگر هم اشاره بکنین؟ ما فکر کنم اگر باقی مونده دو سه هدف شما گفتیم برای ما. تشکر. هدف چهارم از اهداف قربانی همانا اینه که خداوند متعال این نعمت رو داره برای ما و شما بیاد ما میاره که گاو با این عظمت خود، شتر با این عظمت خود، با این قوت خود، این خداوند متعال مسخر شما کرده، این الله مسخر کرده و یک لذت خاص خداوند متعال به گوشت از اینها داده و فواید زیادی از اینها به جسم انسانها میرسه. در کنار از این از لبنیات از شما استفاده میکنیم، از پوست از شما استفاده میکنیم، از پشم از شما استفاده میکنیم. خداوند متعال میخواهد که در عید قربان و در ریختن خون ای حیوانات بار دیگر این نعمت را الله متعال بیاد ما و شما بیاره. این تنها برای کسانی که قربانی میکنن بلکه برای همه برای همه شریک میشن، نه شاه و گدا، فقیر و غنی، در همه عید قربان که هسته میبینیم همه به نحوی در حقیقت برخوردار از خوبی های این نعمت پروردگار شده. پس بنابراین یکی از اهداف همینه که خداوند متعال میخواهد بر ما بفهمونه که قوت تو نه، توانایی تو نه، علم تو نه، بلکه ای الله که این حیوان با این عظمت، با این بزرگی، با این قوت این مسخر تو کرده، مسخر تو انسان ضعیف و ناتوان که با دست خود سر از رو میخوابنی و راحت در مقابل تو زانو بزنه و کار دار به حلقوم از رو میکشی، گوشت از رو میرزنی و بعد از رو از گوشت از رو استفاده میکنی، خون از رو بر روی زمین میرزنی و از گوشت از رو استفاده میکنی و ایرم بفهم که ریختن این خون پیش خدا اعتبارت به تعالی اعتبار نداره، بلکه الله متعال امو نیت قلبی و اخلاص تو رو میخواه که تو به نمایش بگذاری، به طبق اخلاص بگذاری و الله تقدیم بکنی. لینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نگوشت از ای به خدا میرسه، نه خون از ای به خدا میرسه، بلکه آنچه که از ای به خدا میرسه او چی؟ اخلاصه. سبحان الله. اما یک اصطلاح ما داریم میگیم که هم خدا و هم خرما، هم خدا و هم خرما، هم خرما، بله. یعنی به معنی که گوشت در میریزانیم دارای ثواب میشیم، به خدا نزدیک میشیم. به تعبیر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هر تار موی گوسفند یا بز یا همو گاو یا همو شتر خداوند متعال حسنه میده. چقدر داره؟ بیاد میلیارد ها شاید به جون همو ایوان مو باش. بله. پیامبر علیه السلام میفرماید که به همو اندازه خداوند به شما ثواب میده. این در دنیا، در آخرت همین وسیله میشه. علفی است یعنی پاداش بی حد دیگه. بی حد و بی اندازه. و در آخرت باز همی یک وسیله در حقیقت نجات شما میشه. شما را از اون موقف‌های سختی که در محشر قرار داره میتونه که شما را آسوده به بهشت خدای تبارک و تعالی وصل بکنه. و با در همین دنیا از جگر از اون میخوریم، از گردی از اون میخوریم، از گوشت از اون استفاده میکنیم و در چندین روز لذت غذای از اون بریم. و هدف پنجم شکر نعمت مال، شکر نعمت حیات. شکر نعمت مال اینه که خداوند متعال و دین اسلام این بر همه فرض نکرده، بر همه واجب نکرده. و جلوتر هم گفتم که این تنها بر اغنیای امته، برای کسانی که توانایی مالی دارن یک میار فقها آمدن وضع کردن برای از اینا و خود و برای از اینکه اینا شکر این نعمت مال خود رو بر جای بیارن، خود پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرموده که بیان چیکار بکنیم؟ شکر این نعمت رو ریختن خون به نمایش بگذاریم و شکر حیات برای ماهایی که امروز هستیم،
چه بسا از عزیزان ما سال گذشته در کنار ما بودن با ما زندگی میکردن و متاسفانه یک تعداد به وسیله این مرض کرونا از بین رفت، تعداد به سرطان از بین رفت، تعداد با تکر از بین رفت، تعداد به انتحاری از بین رفت و امروز ما زنده ایم. بیاییم در عید شکر نعمت خداوند متعال چه کار بکنیم؟ به جای بیاریم. و دیگه اینه که در دنیا باید انمی رقم کورس های برگزار بشه، سمینار های برگزار بشه و درس عیسی رو فداکاری برای ما بده. سال یک مرتبه سمینار فداکاری برگزار میشه، سال یک مرتبه یک دوره در حقیقت تمرین برای عیسی رو فداکاری برگزار میشه. و سیدنا اسماعیل قرنها پیش با پدر بزرگوار خود این کورس رو برگزار کردن، این سمینار رو برگزار کردن و موفقانه از سمینار بیرون شدن و امروز باز هر سال پیروان ابراهیم و اسماعیل و محمد صلی الله علیه و سلم یک بار دیگر با چیکار میکنن؟ این سمینار رو برگزار میکنن و خود و به وسیله ریختاندن این خون دارن تمرین میکنن. و فدیناه به ذبح عظیم و از همه بالاتر امو پاداشیه که خداوند متعال برای ما میده. پیامبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام برای دختر مبارک خود حضرت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمودن که یا فاطمه قومی الی اضحیتک فاشهدیها، ای فاطمه بلند شو برو بر روی سر قربانی خود بیست. وقتی که داره قصاب حیوانات رو ذبح میکنه تو همون لحظه ایستاده باش. و خوب هم همینه که ما از اینجا هم برای بینندگان عزیز و محترم و مؤمنینی که در این روزها هدف قربانی دارن و انشاءالله که برنامه دارن برای قربانی کردن، خوبه که لحظه ریختاندن خون حیوان بالا سر حیوان خود استاده باشن که سنته و فضیلت هم داره. پیامبر علیه الصلاه و السلام برای دختر عزیز خود گفتن که فاشهدیها فانه یغفر لك عند اول قطره تقطره من دمها كل ذنب عملته. ای دخترم به مجرد که اولین قطره خون از این حیوان میرزه خدای تبارک و تعالی گناه های تو مورد عفو و بخشایش خود قرار میده. و هدف هشتم جناب محمد صلی الله علیه و بینندگان عزیز اینه که فراخی بر اولاد و بر همسایه. سبحان الله، شما ببینیم که در این ایام مبارک هم دیگه همه برپاه، دیگه همه روشنه، سفره همه الحمدلله پر است. من فکر نمی کنم که هیچ کس بمانه که در این ایام الله مبارک عید خانه از او بیگوش باشه، سفره از او بدون شوربا باشه. و در حقیقت میتونیم بگیم یکی از اهداف همینه که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میخواه که برای ما امو درس سخاوت را بده. حتی در این روزها روزه گرفتن درست نیست، حرامه، جایز نیه کسی در این روزها روزه بگیره. پیامبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام فرمودن که ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق ایام عید ایام خوردن و نوشیدن است. پس بنابراین یکی از اهداف متعالی قربانی همانا توسعه و فراخی بر اهل و عیال و همسایه ها و بالاخره همه مؤمنین میشه. و آخرین نقطه و آخرین هدف که من پیش خود اینا رو یادداشت کردم و خدمت عزیزان و بینندگان محترم به عرض رساندم، همانا اظهار خوشی و خوشحالی و سرور در ایام عید می باشه. یعنی اونهایی که مخالفن با خوشی، مخالفن با سرور، ایر باید بفهمن که اسلام دینی نیست که همش غم باشه. پیروان خود رو به غم دعوت بکنه که باید همیشه غمناک باشن، هیچگاه تبسم بر لبان نداشته باشن، چهره خدمت شما عرض برسانم که خندان نداشته باشن. نه خیر، حتی این اسلام عزیز فرصت‌ها رو برای ما ایجاد کرده تا این فرصت‌ها درس باشه برای ما که بفهمیم زندگی رو نمیتونیم یکسر با غم به پیش ببریم یا زانو یا غم استاد یوسفی ببخشید همین قسمت نهم که اشاره کردین گفتین سرور و خوشی رو داشته باشین بس. این از جمله اهداف عید هست یا جمله اهداف قربانی؟ این در حقیقت از جمله اهداف عید هست که در همین برنامه قربانی هم مثل میتونم بگم تمثیل میشه دیگه. نه وقتی که همین خون ایوان ریختنده میشه، گوشت قربانی تقسیم میشه، یک سرور و یک خوشی و خوشحالی در همه خانواده ها و خانواده ها میبینیم که در حقیقت داخل میشه. بسیار نیک، خیلی ممنون جناب استاد یوسفی. و میگم که کوتاه اگر آخرین جنبندی بحث داشته باشیم، بیننده‌ای که اگر
دیرتر بریم با ما پیوستن و میخوان که چون ما گزینه نهم اشاره کردیم همتون مورد وار اگر یک بار ذکر بکنین اهدافی که به دست بیننده ما که تا بیننده هستن به دست زونام بیای نکات رو داشته باشن. تشکر دارم اگر لطف کنین بریم ما. تشکر. من به عنوان آخرین سخنهای خود آنچه که شما از من خواستیم اینا رو خدمت بینندگان عزیز به عرض میرسونم. امیدوارم که ان شاء الله اینها مفید واقع بشه و ما با همین دیدگاه بریم به طرف این سنت ابراهیمی بریم. ترسیخ مفهوم تسلیم شدن برای خدا و برنامه خدا مورید. بله اولین هدف و راضی به قضای الله متعال شدن، آنچنان که حضرت ابراهیم علیه السلام راضی شد به قضای پروردگار. قضای خدا چی بود؟ همین بود که تو فرزند خود رو برای ما قربانی کن. سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام گفت لبیک ای بار اله پروردگار ما در خدمتون. و دوم از اینکه همانا قربانی مشروع شده به خاطر عبودیت خدای تبارک و تعالی در روی زمین و به خاطر نشر و پخش توحید الله متعال، چون اولین کسی که قربانی برای ما رسم گذاشت سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام بود و ابراهیم پیامبر توحید بود و توحید و پخش و نشر توحید جزء برنامه اصلی سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام بود. و سوم هدف تعظیم شعائر الله. چهارم هدف اینه که خداوند متعال با انجام قربانی که ما میکنه میخواه بر ما بفهمانه که او الله همه حیوانات را برای شما مسخر قرار داده و شما میتونیم که از این حیوان به عنوان بارکشی از استفاده بکنیم، برای شخم زدن زمین از استفاده بکنیم، از پوست از استفاده بکنیم، از استخوان از استفاده بکنیم، از تمام اجزای از او میتونیم استفاده بکنیم و این الله متعال برای ما میفهمانه. و شکر نعمت مال و شکر نعمت حیات دیگه پنجمین هدف است اهداف قربانی بود. ششمین هدف و اینه که گفتم در دنیا باید ما درس ایثار و فداکاری بیاموزیم و قربانی یک فرصتیه که برای ما درس ایثار و فداکاری برای ما بار دیگر تعلیم بده و به دست آوردن پاداش و ثواب. هفتمین هدف از اهداف قربانیه که با ادای قربانی ما دارای ثواب بی نهایت میشیم. و به این ترتیب هشتمین هدفم توسعه و فراخی بر نفس، بر خود و بر اهل و عیال و همسایه ها و بالاخره همه مسلمان ها میشه. و آخرین مورد اظهار خوشی، سرور و خوشحالی در بین همه مؤمنین و مسلمان ها هست. سپاس جناب استاد، ممنون از شما که در برنامه تشریف آوردین و یک بار دیگر ایام که پیش رو از فردا عید قربانه من برای شما تبریک میگم. انشالله که روزای خوبی رو سپری بکنین و ما و شما بتونیم که همو مراسم و آموزهای دینی خود در همه بیاموزیم و مراسم دینی خود هم به یک فضای صلح و امنیت انجام بدیم. تشکر. من جا داره که ای در خدمت تک تک عزیزان تبریک و تهنیت عرض بدارم و امیدوارم که انشالله عید خوب، خوش و توأم با مسرت سفری بکنن و ای عید آغازی برای آرامش در کشور عزیز و جنگ زده ما باشه و از خداوند متعال در این روز مبارک و در این لحظات مبارک عاجزانه میطلبم و میخواهم که صلح سرتاسری در کشور عزیز ما و در همه گوشه گوشه جهان اسلام حاکم بگردن. سپاس بنده عزیز، ما هم به همین امید که امروز حجاج ما در سرزمین وحی دست و دعا بلند میکنن ما هم از جمله کسانی باشیم که شامل دعای زنا بشیم و ما هم با شما هم در هر گوشه ای که از دنیا هستیم دعا بکنیم تا اینکه مشکلات مسلمان ها مخصوصا کشور ما و شما که در حالت بعدی به سر میبره از لحاظ امنیتی ما به یک صلح سرتاسری و دائمی دست پیدا بکنیم. میان برنامه میگیریم، نگفته نماند که بعد از برنامه میان برنامه مهمان های دیگری هم داریم. انشاءالله که برنامه ما ادامه خواهد داشت تا ساعت یعنی 7 تا 7:30 شب امشب خدمت شما هستیم. انشاءالله که گام به گام ما همراه باشین و از داشته برنامه استفاده بکنیم. با هم میریم میان برنامه میبینیم.